سلام بچه ها، محمودم از استانبول. دوست دارم کشور عزیزم رو برای شما معرفی کنم. الان من جایی هستم که تازه کشف کردم و به زودی خواستم برای شما معرفی کنم. اینجا یک ساحل خلیج استانبوله، در منطقه فاتح قرار میگیره و طرف جیباله میشه. این ساحل بسیار بسیار عالی، دلنشین، رمانتیک و عاشقونه هستش. الان موج دریا رو فکر میکنم مشاهده میکنید. اون ور ساحل یه ساختمان شما میبینید که بعد استم نشون دادم، امیدوارم خوب دیده بشه. اون ساختمان در زمان عثمانی بنا شده برای دبیرستان لشکر دریایی در خلیج. اونجا دو تا ساختمان دیده میشه، منطقش بیولو خیلی معروف تر، بعد از بیولو همون غلطا، برج غلطا هستش. یه خورده دیگه بچرخونم، پل غلطا رو در جلو میبینیم و کشتی های خلیج رو، خلیج استانبول رو. هوای خورده مهتاب، چجوری بگم، مهتابی بگم، آیا درست گفتم؟ یه خورده باد میوزه، خیلی خنک نیست، خیلی عالی، آدم حال میکنه. اونور که با دستم نشون میدم بالات میشه نامش، یه ساختمان قرمز میبینید شما اونجا، چند طبقه، 4-5 طبقه. البته در این فیلم کوچک نشون میده، ولی اون ساختمان خیلی بزرگه، مثل کاخ. پادشاه عثمانی اجازه داده و پول داده، کمک کرده این ساختمان برای هموطنان عزیزمون که ما میگیم روم، به اصطلاح یونانی اصل بودن، در عثمانی زندگی میکردن در استانبول، برای تحصیل اونا به عنوان یه دبیرستان ساخته شده و خیلی معروف بوده زمان عثمانی. همه ترجمان ها که در کاخ عثمانی استخدام می شدن اهل یونان، یعنی یونانی عثمانی بودن، در استانبول زندگی می کردن، از اون مدرسه بزرگ فارغ التحصیل شده بودن. همون کنار اون مدرسه، یعنی زیر اون مدرسه، کنیسه مرکزی ارتدوکس ها هستش، بهش ما میگیم فنر روم پاتریکانسی. روم یعنی رومایی میشه، اهل رومایی. فنر روم پاتریکانسی زیرش هستش. همه ارتدوکس های مسیحیان که در جهان هستن، از روس بگیر تا بلغارستان و رومانیا و ارمنستان و گرجستان و نمیدونم چی به چیه، همشون منن، البته مادن، منن این مرکز رو برای خودشون مرکز میدونن، چون قدمتش خیلی سال پیش میره. مثلا تا بگم تا 1500 سال پیش قدمتشه، چون قبلی یا مرکز ارتدوکس ها آیا صوفیا بوده، بعد آیا صوفیا که به مسجد منقلب شد، اینجا شده همونجا اونجا دبیرستانه. ولی کنار دبیرستان یک کنیسه هستش. اون کنیسه از امپراتور شرقی روم تا عثمانی تا امروز مرکز ارتدوکس های عزیزمون هستن، نه تنها ارتدوکس های در ترکیه، ارتدوکس های یونان و بلگار و گفتن دیگه، همه ارتدوکس ها. کشتی میره طرف ایوب. ایوب سلطان یا منطقه هستش که کنار خلیج قرار میگیره، یا خورده دورتره، همون که پل میبینید روش ماشین رد میشه، بعد از اون پل میشه گفت که ایوبه، چون اونجا یه زیارتگاه هم هستش، بعضی ها میرن اونجا زیارت. این خلیج خیلی دلنشینه، خیلی عاشقونه، خیلی دوست دارم،
خیلی اگه یه ساعت بشینم خسته نمیشم. اگر وقت کردم اینجا میام کتاب میخونم. خیلی خوبه. بچه ها خدا نگهدار، خدا حافظ، با امید دیدار هرچی که زودتر.